بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا والنبينا وحبيب اله العالمين ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین روز هشتم سفر مصادف است با رحلت جانگداز صحابه بزرگ پیامبر گرامی اسلام عبد صالح خدا جناب سلمان فارسی لازم است در این چند دقیقه به این مناسبت زندگی نامه پر افتخار جناب سلمان فارسی را در حدی که این برنامه ما اجازه می دهد به طور مختصر و خلاصه مرور کنیم تا متوجه بشویم که سلمان فارسی در اثر اطاعتی از خدا و پیروی از اهل بیت اسمت و تارت علیه السلام به کجا رسید تا الگویی باشد برای همه بندگان خدا و کسانی که در مسیر عبادت و بندگی خدا و پیروی از اهل بیت اسمت و تارت علیه السلام قدم برمیدارند سلمان فارسی در یک خانواده به دنیا آمد که پدر و مادر او زرتشتی بودند و آتش پرست بودند حتی در اون محیطی که زندگی می کرد در اون روستایی که مربوط بود به یکی از روستاهای اصفهان، روستای جی در اون روستا به دنیا آمد و از اون روزی که به دنیا آمد تا زمانی که از اون محله خودش مهاجرت کرد و از اون روستای خودش مهاجرت کرد و کوچ کرد به شهرهای دیگر و کشورهای دیگر رفت هر روزی که بر عمر او افزوده می شود بر علم او بر دانش او بر فهم او افزوده میشد یکی از ویژگی هایی که داشت این بود که همواره سعی میکرد دنبال دانستن بیشتر باشد به دانش کم قانع نبود همیشه کنجکاوی میکرد برای پیدا کردن مسیر واقعی خودش تلاش میکرد او در همون کودکی مادر خودش را از دست داد و عمه او سرپرستی او را بر عهده گرفت پدر او در بین قبیله خودش و طایفه خودش آدم معروف و مشهوری بود در واقع روحانی اون منطقه به حساب می آمد روحانی زرتشتی بود اما سلمان فارسی که در اون زمان اسمش را روزبه گذاشته بودند پدر و مادر او اسم او را روزبه گذاشته بود بعدها پیامبر گرامی اسلام اسم او را عوض کرد سلمان گذاشت این روزبه حتی در اون زمانی که در اون محیطی که زرتشتی حاکم بود پدر و مادر او زرتشتی بودند در اونجا هرگز در مقابل آتش سر تعظیم فرود نیاورد او از همون ابتدا مسیر یکتاپرستی رو انتخاب کرد و یکتاپرست شد و حتی با یک کشیش مسیحی آشنا شد و با دین مسیحیت آشنایی پیدا کرد و دین مسیحیت را برگزید و انتخاب کرد و یک تا پرست شد در همون ابتدا او یک تا پرست بود تا اینکه از اونجا مهاجرت کرد به شهرهای دوری سفر کرد و شهرهای مختلف را گشت در همون اوائل به دست یکی از یهودیان افتاد و مدتهای زیادی برده اون یهود بود و از اونجا فروخته شد به دست کسی دیگر افتاد و بالاخره مدتها و سالهای زیادی را در اونجا گذران ولی دنبال گمشده حقیقی خودش بود تا اینکه بالاخره به طرف حجاز مسافرت کرد و به مکه و مدینه رفت و گمشده واقعی خودش را پیدا کرد او دنبال این بود که آخرین پیامبر خدا اون کسی که خاتم پیامبران هست را پیدا بکند و به او برسد و به او ایمان بیاورد خلاصه سلمان به محضر پیامبر گرامی اسلام مشرف شد و سخنان پیامبر گرامی اسلام را شنید و گمشده واقعی خودش را پیدا کرد و به دست پیامبر گرامی اسلام مسلمان شد و پیغمبر هم او را از بردگی آزاد کرد و او شد یکی از یاران مخلص و با وفای پیامبر گرامی اسلام از اون روزی که سلمان به پیغمبر گرامی اسلام ایمان آورد و یکی از اصحاب با وفای پیامبر گرامی اسلام شد هر روز بر ایمان او بر تقوای او بر تدین او بر معرفت و شناخت او نسبت به خدا و نسبت به اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام و نسبت به دین مقدس اسلام افزوده شد تا این که کارش به جایی رسید که پیامبر گرامی اسلام فرمود از سلمان و منا اهل البیت سلمان از ما اهل بیت است یعنی سلمان در اثر اطاعت و پیروی که البته اون اطاعت و پیروی بر اساس شناخت و معرفتی بود که نسبت به پیغمبر و نسبت به دین مقدس اسلام پیدا کرده بود کارش به جایی رسید که اونقدر به پیغمبر و خاندان پیغمبر نزدیک شد نه نزدیکی فیزیکی بلکه از نظر معنوی و از نظر پاکی و تهارت به حدی نزدیک شد که پیغمبر او را جزو خاندان خودش و اهل بیت خودش به حساب آورد و لذا خود سلمان هم هرچی داشت و به هر درجه و مقامی که رسید به خاطر همون اخلاص او عبادت مخلصانه او اطاعت مخلصانه او از پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت اسمت و تارت علیهم السلام بود او گذشته خودش را به کلی فراموش کرد و لذا پیغمبر گرامی اسلام او را سلمان محمدی نام نهاد اسم او را سلمان گذاشت سلمان واژه سلمان از سلامت و تسلیم بودن در مقابل خدا و سلامتی روحی و روانی حکایت میکند او واقعا هم از نظر تسلیم بودن در مقابل حق در مقابل رسول پروردگار عالم واقعا به مراتب اعلا رسید و هم از نظر پاکی و تهارت و اخلاص به مراتب عالیه دست پیدا کرد حتی یک روزی عده از اعراب جاهلی متعصب نجات پرست قبیل پرست آمدن نزد سلمان که از سلمان سؤال بپرسد و از گذشته او سؤال کند تا در نتیجه او را شرمنده و خجالت زده بکند که تو از چی تایفه ای هستی از کدام تایفه ای هستی آمد از او از گذشته او از قوم و قبیله او پرسیش کرد او با این که در محله خودش در واقع یک اشراف زاده ای به حساب می آمد آدم پلداری بود پدرش آدم صاحب نامی بود اما او از گذشته خودش حرف نزد او در جواب اون اعراب گفت من سلمان ابن عبدالله هستم من سلمان بنده خدا هستم من گمراه بودم اما به وسیله محمد صلی الله علیه و آله و وسلم هدایت شدم و مسیر حقیقی خودم را پیدا کردم فقیر بودم به وسیله پیغمبر خدا غنی شدم البته فقیر به معنای فقر مالی منظورش نبود منظورش به معنای فقر دینی و فقر ایمانی بود که به وسیله پیغمبر من به غنای حقیقی دست پیدا کردم من برده بودم و بنده کسی دیگر بودم اما به وسیله پیغمبر گرامی اسلام آزاد شدم بنده واقعی خدا شدم افتخار سلمان به این بود که من هرچی دارم از پیغمبر دارم هرچی دارم از رسول خدا دارم و لذا سلمان به جای رسید که پیغمبر گرامی اسلام او را منتسب به اهل بیت میدانیست فرمود بارها این سخن رو تکرار فرمودن که از سلمان و مننا اهل البیت حتی وقتی بین مهاجرین و انصار اختلاف افتاد بین این که مهاجرین میگفتن سلمان از ماست انصار میگفت سلمان از ماست پیامبر گرامی اسلام آمد فرمود از سلمانو من اهل البیت سلمان از اهل بیت ماست یا حسین یا شهید یا حسین یا شهید یا حسین یا شهید, يا حسین، يا شهید. سلمان ویژگی های برجسته فراوانی داشت که هر کدام, را از, هر کدام از ویژگی های سلمان را اگر بخوایم به طور مفصل بیان بکنیم ساعت های فراوانی طول میکشد علم سلمان تدیون و تقوا و دینداری سلمان و ایمان سلمان زهد و پارسایی او تواضع و فروتنی او, او عبادت و بندگی او, او. هر کدام اینها را اگر انسان واقعا بررسی بکند سلمان در حد توان خودش در حد وسعی که داشت به حد کمال رسونده بود پیغمبر گرامی اسلام درباره علم سلمان این گونه میفرماید میفرماید سلمان بحر لا ینزف و کنزون لا سلمان دریایی است که خشک نشودنی است و گنجی است که هرگز به پایان نمیرسد و از به اتمام نمیرسد وقتی پیغمبر گرامی اسلام در مورد یک شخص چنین حرفی بزند و بفرماید او مانند دریاست سلمان علم او مانند دریایی هست که هرچه از اون برداشته شود کم نمی شود وقتی پیغمبر گرامی اسلام به علمیت کسی شهادت بدهد و کسی را عالم بداند معلوم است که دیگه از علم بسیار زیاد برخوردار است این یکی از ویژگی های سلمان که او از نظر پیامبر گرامی اسلام از نظر علمی واقعا بحری بود که خشک نشدنی بود گنجی بود که پایان نیافتنی بود و تمام نشدنی بود و در روایت دیگر دارد که پیغمبر گرامی اسلام فرمود سلمان کسی هست که بیش از آنی که او مشتاق بهشت باشد بهشت اشتیاقی رسیدن به او را دارد بهشت منتظر اوست که سلمان قدمهای مبارک خودش را در بهشت بگذارد بهشت چشم انتظار اوست بهشت آرزوی دیدن او را دارد او آرزوی دیدن بهشت را ندارد اون اشتیاقی را که بهشت برای دیدن سلمان دارد سلمان اشتیاقی به بهشت ندارد در روایت آمده است که وجود مقدس و نازنین امام سجاد علیه السلام روزی با جابر ابن عبدالله انصاری در مدینه در کوچه های مدینه داشت قدم میزد رسید به یک جایی توقف کرد فرمود جابر اینجا همون جایی هست که جدم امیر علی علیه و السلام جایگاه سلمان را در بهیشت به او نشان داد حالا میخوایی من هم در همین جا جایگاه تو را در بهیشت برایت نشان بدهم عرض کرد یبن رسول الله من مشتاقم که جایگاه خودم را الان در بهشت ببینم به اذن پروردگار عالم امام سجاد علیه السلام جایگاه واقعی جابر را در بهشت برای او نشان داد اون وقت فرمود جابر آیا دوست داری که همین الان به جایگاه بهشتی خود بروی و در اونجا مستقر بشوی و ساکن شوی عرض کرد بله یا ابن رسول الله مشتاقم اون وقت امام سجاد سلام الله علیه فرمود جابر اون روزی که جدم امیر جایگاه سلمان را در بهشت بهش نشان داد همین سوال را از سلمان هم پرسید فرمود سلمان آیا دوست داری که همین الان به جایگاه بهشتی خود برسی و در اونجا سکنا گزینی اما سلمان جواب شما را نداد فرمود نه بهشت من آنجایی هست که شما باشید من اونجا را دوست دارم و بهشت واقعی خودم میدانم و اونجا برای من لذت بخش است که در کنار شما باشم بهشت حقیقی و واقعی من شما هستید جابر هم یکی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام یکی از اصحاب بزرگ پیامبر گرامی اسلام بود اما سلمان هم همین طور بود سلمان هم یکی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام بود اما ببینید شما چه فرقی و چه تفاوتی بین اونها وجود داشت لذا در روایت دارد که امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر ایمان ده تا درجه داشته باشد سلمان به همون بالاترین درجه ایمان رسیده است که دهمین درجه باشد یا در روایت دیگر عین همین روایت رو دارد که میفرماید اگر ایمان ده درجه داشته باشد مقداد در درجه هشتم است و ابازر در درجه نهم است و سلمان در درجه دهم خواهد بود بنابراین سلمانی که یک انسان عادی بود یک کسی بود که پدر و مادر او مسلمان نبود زرتشتی بودند در محیط زرتشتی به دنیا آمد اما خداوند متعال به او سعادت کرامت فرمود خداوند متعال چنان توفیقی به او عنایت کرد که واقعا پرواز کرد به سوی خدای متعال و خودش را به با آن بالاترین من مرتبه عبودیت و بندگی خدا رساند تال به معصوم شد شد یکی از شیعیان واقعی و مخلص امیر المؤمنین علی علیه و السلام و شیعه واقعی سلمان است یک نمونه از مقامات سلمان از زبان پیامبر گرامی اسلام و امام صادق و ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام در جای دیگر وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که من اراده ان ینظر الی رجلین نور قلبه فلینظر الی سلمان فرمود کسی که اراده بکند مردی را ببیند که خداوند متعال قلب او را به وسیله ایمان درخشان کرده و نورانی کرده است به سلمان بنگرد یعنی سلمان کسی هست همون مردی هست که خداوند به وسیله ایمان قلب او را درخشان و نورانی کرده است امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرماید سلمان ادرک علم الاول و علم آخر سلمان کسی هست که علم اول و آخر را در کرد و فهمید بحر لا ینزه قهرو او دریایی است که لا ینزه قهرهو هرگز به عمق اون دریا کسی دست پیدا نمی کند بعد می فرماید منا اهل البیت در جای دیگر پیامبر گرامی اسلام می سلمان کسی هست که خداوند متعال علم اول و آخر را به او عنایت کرد اسم اعظم را خداوند متعال به او عنایت کرد او دارای اسم اعظم شد کسی که به مرتبه اسم اعظم برسد که خداوند متعال اسم اعظم را به او عنایت بکند قطعا او به مقام بالایی دست پیدا کرده است او مستجاب الدعوه شده است و امام صادق سلام الله علیه فرماید سلمان کسی بود که پیغمبر گرامی اسلام امیر المؤمنین علی علیه السلام اسرار مهم خودشون را با سلمان در میان میگذاشتند اون اسراری که دیگران طاقت و تحمل شنیدن اونها را و زنده نگه داشتن اونها را نداشتند تحمل اسرار رو نداشتن اما سلمان به چنین لیاقت و شایستگی دست پیدا کرد که مخزن اسرار رسول خدا و امیر المؤمنین علی علیه و السلام شد سلمان کسی هست که نه تنها از نظر معارف دینی بلکه خیلی از علوم دیگر رو هم سلمان دارا بود نقل شده است که سلمان حتی در جنگ خندق اون طرح کندن خندق رو پیشنهاد سلمان بود طرح کندن خندق برای محافظت اون طرح طرح حضرت سلمان بود که این پیشنهاد رو سلمان داد و از طرف پیانبر گرامی اسلام اون پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت و عملی هم شد الله, 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 الله. اما درباره عبادت حضرت سلمان عبادت سلمان واقعا به گونه بود که از نظر اخلاص از نظر عمق عمل به جایی رسیده بود که واقعا بنده صالح خدا شده بود که در زیارت نامش هم ما وقتی زیارت نامه سلمان را میخوانیم میگوییم شهادت می دهیم بر این که تو کسی هستی که واقعاً اونگونه ای که خداوند متعال می خواست تو مطیع خدا بودی و بنده خدا بودی تو واقعا به بندگی خدا شایستگی پیدا کردی نوشته است که پیغمبر گرامی اسلام در جمعی از اصحابش که سلمان هم در میان اونها بود فرمود آیا کسی هست که در میان شما روزه ها رو کلن در طول سال روزه بگیرد و شبه ها تا صبح مشغول عبادت و بندگی خدا باشد و هر روز یک ختم قرآن انجام بدهد هیچ کس جواب نداد سلمان بلند شد عرض کرد یا رسول الله بله من هر روز روزه هستم و هر شب تا صبح مشغول اطاعت و عبادت هستم و هر روز یک ختم قرآن انجام بدهم حاضرین تعجب کردن یک نفر لب به اعتراض گشود گفت این چه ادعایی است که سلمان میکند من خودم بارها دیدم که سلمان روزها روزه نبوده خیلی از روزها روزه نبوده و مشغول قرائت قرآن هم نبوده و شبها هم میخوابیده مشغول اطاعت و عبادت نبوده این چه ادعایی است که سلمان میکند پیغمبر گرامی اسلام فرمود ساکت باش ببینیم جواب سلمان چیست بالاخره سلمان که ادعا می کند دلیل برای حرف خودش دارد سلمان در جواب گفت بله اینی که من می گویم من در طول سال هر روز روزه هستم معنایش این نیست که واقعا هر روز روزه باشم معنایش این است که من در هر ماه اول ماه وسط ماه و آخر ماه را رو روزه می گیرم و خود قرآن کریم می فرماید من جاء بالحسنت فله عشر امثالها کسی که یک عمل نیک انجام بدهد خداوند متعال ده برابر به او پاداش عنایت میکند کند پس بنابراین من اول ما روزه می در واقع ده تا روزه رو خداوند متعال در نامه عمل من ثبت میکند و همچنین وسط ما و آخر ما و آخر ماه شعبان رو آخرین روزی از ماه شعبان رو روزه می و اون را به ماه رمضان وصل می کنم. و کسی که چنین عمل رو انجام بدهد خود پیامبر گرامی اسلام فرموده است سواب یک سال روزه در نامه عمل او ثبت می شود او مانند کسی هست که یک سال را رو مرتب روزه گرفته باشد و پیامبر گرامی اسلام فرموده است کسی که شب با تهارت و وضوع بخوابد مانند کسی هست که از اول شب تا صبح مشغول اطاعت و عبادت هست و همچنین باز هم حدیث از خود پیامبر گرامی اسلام شنیدم که فرمود اگر کسی سوره توحید را یک بار بخواند یک سلس قرآن دو بار بخواند دو سلس قرآن سه بار قرائت بکند تمام قرآن رو انگار قرائت کرده است من هر روز این کار را انجام میدم پس بنابراین این این سخن و این ادعایی که من گفتم بی دلیل نبود وقت پیامبر گرام اسلام فرمود این جواب سلمان درست است تأیید کرد حرف سلمان را و دیگران ساکت شدند و در مقابل سلمان تسلیم شدند زهد و پارسایی سلمان واقعا زبان زد خاص و عام بود و با اینکه در اون زمانی که حاکم مدائن بود در مدائین حکومت مدائین رو بر عهده داشت اما ساده ترین زندگی رو داشت هم از نظر خوراک هم از نظر مسکن و هم از نظر نوع لباس ساده ترین مردم در اون زمان بود حتی اون حقوقی را هم که می گرفت اندک حقوقی را هم که می گرفت اون حقوقش را خرج مساکین و فقرا می کرد خودش در اون زمان به شغل زنبیل بافی و حسیر بافی مشغول بود و خرج زندگی خودش را از این طریق تأمین میکرد و به دست می آورد. زندگی بسیار ساده ای داشت، بیالایشی داشت، اما در عین حال بازم خائف بود بر اینکه مبادا من واقعا اون ای که خواست خدا و خواست پیامبر خداست عمل نکرده باشم و لذا در زندگی نامش دارد که روزی در کنار خانه کعبه گریه میکرد، اشک میریخت. گفتند سلمان شما چرا گریه میکنید شما که بنده ساله خدا هستید شما چرا ناله میزنید گفت گریه من برای این است که مبادا به وصیت پیغمبرم عمل کرده باشم گفتن وصیت پیغمبر چی بود فرمود وصیت پیغمبر این بود که در دنیا مانند سواره زندگی کنید انسان سواره چه مقدار زاد و توشه برای خودش برمیدارد چه مقدار آزوقه برای خودش تهیه میکند من میترسم که به اون سخن پیغمبر عمل نکرده باشم این نهایت زهد و پارسایی البته زهد به معنای دوری از مال دنیا و به معنای حرام کردن حلال های دنیا بر خودش نیست اینکه انسان حلال های خدا و نعمت های خدا برای انسان خلق کرده اونها رو بر خودش حرام بکند نه زهد واقعی به معنای واقعی کلمه بیرغبتی و بیعلاقگی نسبت به مادیات است نسبت به مقام است نسبت به ریاست است نسبت به اون چیزی که دنیا بر او صدق میکند انسان نسبت به او بیرغبت باشد بی محبت باشد وابسته به با او نباشد که سلمان واقعا وابسته نبود او نه به مقام وابستگی داشت و نه به ثروت و مال و مادیات وابستگی داشت او مانند پیشوایش امیر المؤمنین علی علیه و السلام, مقام را وسیله خدمت میدانیست مال را هم وسیله زندگی میدانیست که در راه خدا بتواند زنده بماند و اطاعت و عبادت خدا را انجام بدهد. اما وفات حضرت سلمان در مدائن صورت گرفت. قبل از آنه که سلمان به مدائن برود در اواخر خلافت عثمان بود امیر سلام الله علیه فرمود وقتی به مدائن رفتی هر زمانی که مریض شدی به قبرستان برو و اونجا بر اموات سلام کن اگر جواب سلامت را شنیدی بدان که عجل تو فرا رسیده است مرگ تو نزدیک است و خودت را آماده کن هر وقتی این حالت بر تو دست داد وصیت کن که کسی تو را غسل ندهد و کفن نکند و بر تو نماز نخواند و امر تدفین و تکفین تو را انجام ندهد تا من برسم. سلمان وقتی به مدائن رفت بعد از سالهایی که در مدائن زندگی کرد هر وقتی مریض میشد طبق سفارش مولایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام, السلام میرفت کنار قبرستان و سلام میکرد اما اون آخرین باری که رفت کنار قبرستان و سلام کرد جواب سلام خودش رو شنید اونجا بود که متوجه شد مرگ او نزدیک شده قبل از آن که از دنیا برود سفارش کرد من وقتی از دنیا رفتم کسی به بدن من دست نزند و امور دفن و کفن من رو کسی انجام ندهد بگذارید تا اون کسی که لازم است بیاید و این امور را انجام بدهد او خواهد آمد شما منتظر بمانید وقتی سلمان از دنیا رفت مردم مدائن احترام زیادی به سلمان قائل بود سلمان یکی از شخصیت های محبوب اونجا بود بالاخره اونها طبق وصیت سلمان منتظر ماندن تا اینکه یک از دور دیدن یه عرب سواری سوار بر اسب دارد میاد که اون همون امیر علی علیه السلام, و السلام بود که از مدینه آمد به مدائین در اونجا امر دفن و کفن سلمان را حضرت بر عهده گرفت بدن او را غسل داد کفن کرد و بر جنازه او نماز خواند و با دست مبارک خودش بدن سلمان را به خاک سپرد غرض و هدف این است که انسان خداوند متعال راه را برای انسان باز گذاشته است هر انسان اگر بخواهد به اون مقام بالای از انسانیت برسد به اون مقام بالای از عبودیت برسد خداوند متعال راه را برای انسانها باز گذاشته است منتها انسان باید از اون استعداد درونی و فطری خودش استفاده بکند و به دستورات خدا و به دستورات فطرت و عقل خودش عمل بکند تا واقعا اون قدرت پرواز کردن رو پیدا کند تا برسد به اون مقام بالای از عبودیتی که سلمان و امثال سلمان رسیدن امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق عنایت بکند که بتوانیم مانند سلمان به اون مقام بالای از بندگی دست پیدا بکنیم با دین و ایمان از دنیا برویم و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته يا رب يا قهار أسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالأيجائي وبالزهراء فبحقهم يا متعال أحسن ما بي احسن ما ابي